سلام به رویدادهای خبری امروز استدیوی آزادی، با من جاوید نعیمی خوش آمدید. وزارت دفاع افغانستان ادعای طالبان را رد کرده که گویا این گروه یک هلیکوپتر اردوی ملی را در میان ولایت‌های هرات و فراس سقوط داده است. طالبان پیش از این ادعا کرده بودند که هلیکوپتر را امروز میان ولسوالی‌های شیندند هرات و اناردره فرا هدف قرار دادند. در سقوط این هلیکوپتر به شمول معاون قول اردوی 207 ظفر و رئیس شورای ولایتی فرا 25 تن جان دادند. عارضه فنی علت اصلی سقوط هلیکوپتر در ولایت فرا عنوان شده. غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع افغانستان مراد بی آزادی گفت که بنابر همین عارضه هلیکوپتر با کوه برخورد کرد و حادثه رخ داد. ناصر مهری سخنگوی والی فرا در مورد قربانیان رویداد مراد بی آزادی بیشتر گفت. دی شهدا و کی د ولایت شورا رئیس فرید بختور همدار از د دی شورا غړی جمیله امینی همدار از د 200 هم ظفر قول اردو مرستیال بریج جنرال نعمت الله خلیل هم پکش شامل دی. وزارت دفاع افغانستان میگوید یک هیئت را به خاطر علت و چگونگی عارضه فنی هلیکوپتر که باعث سقوط آن شد گماشته است. آسیا بی بی یک زن مسیحی پاکستانی که به اتهام اهانت به اسلام به اعدام محکوم شده بود، امروز از سوی محکمه آن کشور برائت گرفت. در اعتراض به این اعلام محکمه، شمار از اسلامگرایان افراطی که اعضای حزب تحریک لبیک پاکستان هستند، امروز به جاده های شهر لاهور سرازیر شدند. محله رهایش مسیحیان در اسلام آباد پایتخت پاکستان. اینجا فرانس کالونی نام دارد و آسیا بی بی باشنده همین منطقه است. این زن 47 ساله که مادر 4 کودک است، در سال 2010 میلادی به اتهام اهانت به اسلام به اعدام محکوم شد. او در تابستان سال 2009 از پیاله های زنان مسلمان آب نوشیده بود که خشم این زنان را برانگیخت. پس از آن زنان به مسجد رفتند و بر آسیا بی بی اتهام وارد کردند که به اسلام اهانت کرده است. بر اساس قانون زمان حاکمیت بریتانیا، مجازات چنین اتهام ها مرگ بود. وکیلان مدافع آسیا بی بی امروز از تصمیم محکمه برای رهایی این زن استقبال کردند. من در زندان با آسیا دیده بودم. فکر می کنم خیلی زن شجاع است. وضعیت صحیحش خوب است. به خاطر سپری کردن 9 سال در زندان، دور چشمانش اکثرا حلقه سیاه می بست و خسته می شد. اما خیلی زن نیرومند است. اداره های مدافع حقوق بشر ابراز نگرانی کردند که در پاکستان تحت نام اهانت به مقدسات اسلامی هر کسی بدون داشتن شواهد سوء استفاده کرده می تواند. با این همه سازمان های مدافع حقوق بشر از حکم امروز محکمه به خاطر رهایی آسیا بی بی استقبال کردند. اما علاوه بر لاهور، شهرهای مختلف پاکستان شاهد راهپیمایی های گسترده در اعتراض به حکم رهایی این زن بودند. رئیس جمهور ایران میگوید کشورش از تحریم‌های تازه آمریکا هراس ندارد. حسن روحانی امروز در تهران گفت که دولت ایران هر توانایی را برای کاهش مشکلات اقتصادی انجام خواهد داد. انتظار می‌رود آمریکا در اوایل ماه نوامبر تحریم‌های تازه را بر سکتور نفت ایران اعلام کند. رئیس جمهور ایران تاکید میکند که تحریم‌های آمریکا کشورش را ترسانده نمیتواند. حسن روحانی امروز در اجلاس کابینه آن کشور گفت که 4 نوامبر یک تصمیم دیگر غیر عادلانه آمریکا است. مردم با قاطعیت بدونند که نه دولت از این تهدیدات آمریکا هراسی داره. ممکنه ما به هر حال تو چند ماه گذشته یه مقداری بر مردم ما سخت گذشته، چند ماه آینده هم ممکنه بر مردم ما سخت بگذره، اما دولت همه توان خودش رو خواهد گذاشت برای اینکه این مشکلات رو بکاهه.
اظهارات رئیس جمهور ایران در حال صورت می‌گیرد که قرار است ایالات متحده آمریکا تحریم‌های تازه را بر سکتور نفت ایران به زودی اعلام کند. پیش از این در ماه آگوست واشنگتن روی صنعت آهن، موتر و برخی تولیدات دیگر ایران تحریم وضع کرده بود. وزیر خارجه آمریکا میگوید جنگ یمن باید پایان یابد. مایک پومپیو همچنان خواسته که مذاکرات تحت رهبری سازمان ملل متحد برای پایان دادن به جنگ یمن ماه آینده آغاز شود. ایالات متحده آمریکا از جوانب دخیل در بحران یمن خواسته تا به میز مذاکره بیایند و جنگ داخلی این کشور را حل کنند. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در یک اعلامیه از اوسیهای یمن که در حمایت ایران قرار دارند خواسته که حملات راکتی را بالای عربستان سعودی و امارات متحده عربی توقف دهند. پامپیو از ائتلاف تحت رهبری سعودی نیز می‌خواهد که حملات هوایی را در مناطق پرجمعیت یمن متوقف سازد. جنگ داخلی یمن از 3.5 سال به این سو ادامه داشته که گفته می شود بیش از 10,000 کشته بر جا گذاشته است. همچنان این جنگ قطعی و کمبود مواد غذایی را به همراه داشته که در نتیجه آن بیش از 50,000 تن جان دادند. و مرتفع ترین مجسمه جهان امروز در هند رونمایی شد. این مجسمه 240 متر ارتفاع دارد و از آهن و برنز ساخته شده است. مجسمه با این عظمت ساخته شده. به صورت مقایسه‌ای تفاوت انگشتان پای مجسمه با یک انسان در این حد است. نریندر مودی سررزم هند امروز مجسمه سردار پتیل را در ایالت گجرات افتتاح کرد. سردار پتیل به خاطر ادغام 500 منطقه به خاک هند پس از استقلال این کشور از بریتانیا لقب مرد آهنین را نیز گرفت. در ساختن مجسمه پتیل 420 میلیون دلار مصرف شده و در آن آهن و برنز به کار رفته است. پیش از این مجسمه بودا در چین با 153 متر ارتفاع در مقام اول قرار داشت، اما ارتفاع مجسمه سردار پتیل 87 متر بیشتر از آن است که مرتفع ترین مجسمه جهان به شمار می رود. ماننی پردانمنتری پرده برداری از مرتفع ترین مجسمه جهان در هند. تشکر از همراهی هر یکتان. تازه های روز در صفحه اینترنتی ما فیسبوک، توییتر و یوتیوب رادیو آزادی در دسترس شماست. شب و روزتان خوش.